با چند تا خبر کوتاه شروع بکنیم، بعد میرسیم به اتفاقات و بسای تحلیلی. نکونام قراره ظرف چند روز آینده نشست مهمی رو با فرشید سمیعی برگزار بکنه. تو این جلسه که به احتمال زیاد در هفته جاری برگزار میشه، طرفین درباره ادامه نقل و انتقالات باشگاه استقلال، عقد قرارداد با مربی خارجی و مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. علی لطیفی کارشناس فوتبال هم مصاحبه کرده و گفته که ورود احسان حاجی‌صفی به ماجرای دو بزرگ فوتبالی اشتباه بزرگی بود، مثل اینکه من الان بیام طرف خداداد که سالهای سال دوست منه رو بگیرم. حاجی‌صفی حتی اگه از همه چیز با خبره و میگه خداداد مقرضانه حرف میزنه، بازم نباید در این خصوص نظری بده. با وجود اینکه خداداد با من رفیقه، اصلا نگفته چه اتفاقی رخ داده. اون با اینکه روکه و همه چیز رو میدونه، اما خیلی حرفا رو نمیزنه تا تیم ملی، بازیکن‌ها و سرمربی تخریب نشن. به من گفت اگه بخوام اتفاقاتی که افتاده رو بیان بکنم، بیشترین آسیب رو فوتبال ایران و جوانان میبینن و من خودم رو نمیبخشم. صحبت‌های حاجی‌صفی دفاع از قلعه نوی نیست. دلیلی نداره وقتی قلعه نوی با یکی از بزرگای فوتبال ما به اختلاف خورده، حاجی‌صفی بیاد و این اظهارات رو مطرح کنه. اگه اون الان در تیم ملی بود، افکار به سمت دیگه‌ای نمیرفت. اما الان این نوع حرف زدن شایبه‌های دیگه‌ای رو به وجود میاره. شاید اون می‌خواست با این نوع حرف زدن جواب محبت‌های قلعه نوی رو بده، اما ورود این بازیکن به ماجرایی که یه طرف اون قلعه نوی و طرف دیگرش خداداد عزیزیه درست نبود. اشکان دژاگم یه حمایتی کرده از یحیی گل‌محمدی و گفته که بعد از دو سه سالی که در باشگاه فولاد تعادل وجود نداشت و مربیای زیادی تغییر داد، انتخاب آقای گل‌محمدی برای تیم انتخاب خوبی شد. در مدت یک سالی که در این تیم بازی کردم، دو مربی عوض شدن. فکر می‌کنم آقای گل‌محمدی گزینه خوبیه و مطمئنم که این مربی میتونه آرامش رو به تیم فولاد برگردونه. انشالله سال آینده سال بهتری برای این تیم باشه. گفته که من به تازگی فوتبال کنار گذاشتم و فکر میکنم با اینکه سخت بود، اما زمان خوبی برای این کار بود. برای هر فوتبالیستی این روز آسونی نیست، ولی من با فوتبال بزرگ شدم و مطمئنم که تو فوتبال میمونم. در حال حاضر دوره های مربیگری رو میگذرونم. دوره بی رو در قطر گرفتم و دوره مربیگری A لایسنس رو در ایران میگیرم. دو پیشنهادم برای مربیگری به من داده شده، اما ترجیح میدم که پله به پله پیش برم. آرزوی موفقیت واسه اشکان دژاگه. من خیلی اشکان دژاگه رو دوست دارم. تعصب خاندان کیایی، بازیگر سینما روی پرسپولیس که حالا گفته استقلالی نداریم، با هم دیگه ببینیم جالبه. ببین ما در خاندانمون هممون قرمز، همه نداریم استقلالی. خیلی پرسپولیسی، یعنی مثلا اگر یه کسی استقلالی بخواد وارد خاندانشون بشه برخورد میکنن. یه دوره حتی اونجا که من یادم خاطره که مصطفی میگفت انگار مثلا با یکی از اقوامشون مراوده داشتن، بعد اون اقوام اون فامیل استقلالی بودن، داشتن پسر مصطفی رو به سمت استقلالی شدن سوق میدادن. مصطفی خیلی جدی با اونا برخورد کرده که دیگه از این محدوده تجاوز نکنید. ارتباط خانوادگی رو قطع میکنم اگه پسر من استقلالی بشه. تارن ایشاله داماد استقلالی گیرش بیاد خب، که اصلا از این حرفا نتونی بزنی. شهریار مقالو هم یه مصاحبه کرده و گفته که اتحاد کلبا راجع به این مسئله فعلا صحبتی نمی‌کنم تا ببینم تو روزهای آینده چه اتفاقی میفته. در حال استراحتم و مدیر برنامه‌هام پیگیر کارهان. امیدوارم که بهترین اتفاق بیفته. من به خدا توکل کردم و هر اتفاقی بیفته امیدوارم برای من خیر و برکت به همراه داشته باشه. رئیس باشگاه پیکان، فولاد و شمس‌آذر در مورد رعایت نکردن مفاد دستورالعمل مجوز حرفه‌ای صادر شد. در مورد سیاوش یزدانی حالا شکایتش از باشگاه استقلال صحبت کنیم. با توجه به شکایت سیاوش یزدانی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 640 میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 244 میلیون بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. صحبت‌های گیورگی گولسیانی درباره یورو و تقابل با رونالدو رو ببینیم، چون 21 میلیارد تومان هم واسه پرسپولیسیا به ارمغان آورد. حضور گیورگی گولسیانی در یورو و تقابلش با رونالدو هم جالب بود، با هم دیگه ببینیم. رونالدو رو ناکام گذاشته. کریستیانو از ریلی توپ پلیر اف کورس. کریستیانو واقعا بازیکن بزرگیه و افتخار بزرگیه که فرصت پیدا کردم توی یه زمین جلوش بازی کنم. و مدافعای زیادی نیستن که توی دنیا که بتونن این حرف رو بزنن، اما من دوبار جلوش بازی کردم ولی او حتی یه گل هم نزد. هیچ وقت دست از رویا پردازی نمی کشم.
البته انتظار نداشتم که توی این سن و سال به تیم ملی دعوت بشم و برای تیم ملی گرجستان بازی کنم. در حال حاضر هیچ پیشنهاد خاصی از طرف تیم‌های ایرانی دریافت نکردم. نمیدونم به ایران بیام یا نه. فعلا که مذاکراتی در کار نیست با هیچ تیمی. باشگاه پرسپولیس میگفتن که زانوش خرابه، ممکنه مصدوم باشه، بهش پیشنهاد تمدید ندادن. الان یکم داستان براش تغییر کرد دیگه. علاوه بر این که یه عالمه پول به باشگاه به خاطر حضور گول در یورو، یه عالمه پول 210,000 دلار، 310,000 دلار، همچین چیزی پول به باشگاه پرسپولیس هم رسیده بابت حضورش. مشکل زانوی من 8 سال پیش شروع شد و توی این 8 سال تقریبا تمام بازی‌ها رو بازی کردم و من رقصنده نیستم، بازیکن فوتبالم و طبیعیه که مصدومیتم پیش بیاد برام، ولی تا وقتی که زنده باشم دوست دارم فوتبال بازی کنم. راستش من هیچ وقت از عمل کرده خودم راضی نیستم و فکر میکردم که همیشه پیش خودم میگم اگه این کارو میکردم بهتر بود، اگه اون کارو میکردم بهتر بود. ولی اسپانیا واقعا رقیب قدری بود، نه تنها در سطح اروپا بلکه در سطح جهان یکی از بهترین تیم‌ها هستن. یکی از گلایی که زدن آفساید بود که نمیدونم چرا مردود اعلام نشد. آدر یه شوخی درباره وی ای آر به ذهنم رسید، اینه که ما وقتی وی ای آر رو نداریم مدام احساس میکنیم که بهش احتیاج داریم، ولی دیروز دیدیم که وی ای آر هم خالی از مشکل نیست. برای همین الان خیلی مطمئن نیستم که به وی ای آر احتیاج داشته باشیم، چون که نیمه اول یک هیچ تموم میشد، ما انسجام دفاعیمون رو بهتر میتونستیم حفظ بکنیم. میخوام از تمام طرفدارای ایرانی تشکر کنم. نمیتونید فکرشو بکنید که چند تا پیام ازشون گرفتم. یادتون نره این به خاطر فوتبال ایران هم هست، چون من به خاطر فوتبال ایران تونستم کیفیت خودم رو بهبود بدم و به تیم ملی برسم. 5 ورزشگاه تیمای تراکتور، فولاد، گلگوهر، مس رفسنجان و آلومینیوم آماده نصب تجهیزات کمک داور ویدیویی شدند. قبل از این ورزشگاه‌های آزادی و نقش جهان آماده استفاده از کمک داور ویدیویی بودند. ادعای رسانه عراقی که گفته سپاهان به دنبال جذب ایمن حسین یا همون آیمن حسین، رفیق آقای فقانی، مهاجم عراقه. در مورد نوید کیو، باشگاه مس رفسنجان، نوید کیو برای تیمش در فصل بعد 250 میلیارد تومان بودجه درخواست کرده که بعید باشگاه مس از پس این رقم درخواستی بر بیاد. نزدیک به 57 میلیارد تومان از این مبلغ برای بدهی‌ها و مطالبات فصل گذشته خرج شده و عملاً از بودجه فصل بعد 57 میلیارد از دست رفته. صحبت‌های رضا درویش، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس رو با هم دیگه ببینیم. جالبه. مدارکش کامل نبوده. ملزم به اینه که مدارکو کامل ارائه کنن که باشگاه مدارکو از ایشون گرفته، امرو ارسال کرده. احتمالاً تا فردا مجوزش رو صادر میکنن که ظرف چند روز آینده بیان تهران. تاریخ ورودش مشخصه. خب باید مدارک رو بدین، اگه امروز صادر شه شاید تا آخر هفته بتونم بیان. آقای درویش، دیروز که صحبت شده بود بابت اینکه سازمان لیگ نزدیک 13 میلیارد به باشگاه پرسپولیس باید پرداخت بکنه تا 2 سال گذشته، این خبر درست است؟ بعید میدونم مبلغش این باشه، چون آره، ولی طبق صورت که خودشون گفتم، ولی به نظر ما، من فکر میکنم اگه کارشناسی تر باشه بیشتر بشه، چون فصل گذشته رو که اصلا تبلیغات دور زمینی که به ما ندادن. بعید میدونم، ما 16-17 تا بازی میزبان بودیم، بازی به قول خودشون 4 میلیارد هم باید به ما بدن، مبلغش خیلی میشه، چون ما وقتی خواستیم ازشون بخریم هم دور 4500 می‌خواستم به قابلن بینیم که از فصل قبل هم بدهکارم و فصل قبلش، فصلی که سوپر قهرمانی داشتیم و فصل قبلش که از یکی از همین تیم‌ها 70-80 میلیارد طلبکارن، که خلاصه ما هم تو اون سهم داریم، ولی حالا اساس محاسباتشون چجوریه همین متوجه نشدیم. ولی گفتیم یک کارگروهی با سازمان لیگ گروه بازرگانیش اینا بشینن، چون آقای بهاوند که خب من آمادگی دارم هر وقت بیان من این کار رو انجام بدم، انشالله بتونیم که چون فصل جدیده که خب مالک اومده گفتم مال خودم میخوام استفاده کنم ازش، ولی فصول گذاشتم حتما هرچی سریعتر تکلیمش روشن کنم. آقا یه خبری هم هست، پرسپولیس دنبال دروازه‌بان بود تا هفته گذشته، بعد دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. الان قرار هستش که علیرضا بیرانوند تکلیفش مشخص بشه. اینا رو اجازه بدید در هفته آینده روشن بکنیم. آخرین وضعیت ترابی و بیرانوند شد آقای دوید. منتظر باشگاه در واقع منتظر جوابشونه، یا اینکه شما یه تصمیمی گرفتین برای گلر جدید؟ نه، ما یه نامه‌ای دادیم که تا آخر هفته ما منتظر هستیم که به ما اعلام کنن که قطعاً میان یا نه.
حالا برجت چون سالها بازیکن ما بودن، از بهترین بازیکنان هم دن، البته قراردادشون تموم شد اون دو نفر، حق انتخاب دارن، ولی چون اصالتا هم پرسپولیسیان هم علاقمندیشون رو بارها ثابت کردن، منتظر هستیم تا آخر هفته تکلیف ما رو روشن کنن. علاقمندیشون امسال هم نشون دادن که یعنی پشیمونشون برگردن، چون خیلی صحبت هستش که دانیال اسمانیفر هم امروز پشیمونی کرده و میخواد برگرده. بس پشیمونی نیستش که، آخه چه پشیمونی؟ طرف میاد 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال اینجا بازی میکنه، یک موقعیتی فراهم میشه، شاید به نظرش برسه که اونجا بهتر، اصلا برسه پشیمونی است. اگه بیانم محبت میکنن، چون از مبالغ بسیار هنگفتی و بدن، چون اینجا ما گفتیم از اول که ما حدی داریم، از این حد فراتر نمیتونیم بریم، چون قانون به ما اجازه نمیده. از این جهت اونا میتونن انتخاب کنن، ولی چون اون امتیاز پرسپولیسی بودنش چون متمایزه و برجسته است، حالا انتخاب میکنن. ما هم گفتیم که ما آمادگی داریم که اگه بنا بشه باز در خدمتشون باشیم. با اتفاق خدمتشون هست. باید در متوجه به این وضعیت سخت قرار قول بستن یه تیم قوی رو میدید امسال؟ انشالله ما همه تلاشمون یه تیم در خور نام پرسپولیس داشته باشیم و همه اون رو میذاریم خارج از فضای دلالی و حاشیه، یه تیم خوب با کیفیت که اسم پرسپولیس رو تو ایران و آسیا برجسته کنه حتما سعی میکنه. یه فقط ناجه بانک‌های 5 بانک مثلا که هنوز تکلیفش مشخص نشده و فقط بانک شهر الان داره 30% برای پرسپولیس. واقعا جا داره که از بانک شهر اعضای هیئت مدیره مدیر عامل تشکر ویژه بکنیم. شاید خیلی از این کمک‌ها یا این هزینه‌هایی که تقبل کردن و پرداخت میکنن در قوانین نمیگنجه، قوانین خودشون، چون به حجت اونها سازمان‌های بازرسی و نظارتی و بالادستی دارن باید پاسخگو باشن، ولی همشون رو گذاشتن که مشکلات پرسپولیس رو حل کنن. تا اینجای کارم خب خیلی زحمت کشیدن، شاید اون مبالغ ارزی رو نمیدادن ما صدها هزار جرائم شامل حالمون میشد که الحمدلله محقق شد. دیروزم بودم یه دستور ویژه دادم واسه کل بدهی سنوات رو همه رو پرداخت کنیم. امیدوارم بانک‌های دیگه هم خلاصه به خودشون بیان، یه یا علی بگن و بیان وسط خلاصه دخیل باشن. هنوز بر مالکیت باشگاه پرسپولیس بانک تجارت صادرات رفاه اقتصاد نوین، این 4 تا بانک هنوز مدارکشون کامل نیست. حداقل با ما جلسه ای نداشتن یا کمکی نکردن، ولی حالا حتما چون مالک هستن باید بیان یه جلسه ای بذارن، حداقل تو خودشون که شکل کار از این به بعد بودجه ای که دادیم و مصوب شده کیا چجوری باید کمک کنن، انشالله یقینا اونا بیان با این کارو میان. رئیس فدراسیون خطاب به مسئولای سازمان لیگ گفته که بازی‌های لیگ برتر در فصل پیش رو همه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار میشه، یعنی همون چیزی که ما تو لیگ 23 شاهدش نبودیم. بازی تو روزهای غیر تعطیل برگزار میشد و این باعث میشد که استقبال خوبی از بازی‌ها نشه، ولی خب اتفاق خوبی و خوشبختانه آقای تاج به سازمان لیگ هم دستور داده که بازی‌ها در روزهای تعطیل برگزار بشه. با اعلام مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، با توجه به شرایط نور ورزشگاه قدیر، این ورزشگاه دیگه نمیتونه میزبان بازی‌های لیگ برتر باشه. اصلا ورزشگاه قدیر خیلی قدیمی شده و توقعمون هم از استان خوزستان یه ورزشگاه، البته ما توقع که میگیم تهران خودمون یه ورزشگاه درست سرمون نداره. اعلام آرای انضباطی استقلال، پرسپولیس و تراکتور اومد و این سه تیم جریمه شدن. باشگاه استقلال به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه بی آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی در 4 مورد 200 میلیون تومان جریمه شد. باشگاه تراکتور به خاطر همین موضوع 200 میلیون تومان و باشگاه پرسپولیس هم به خاطر همین موضوع 200 میلیون تومان، یعنی 600 میلیون تومان زدن به جیب به همین راحتی. نامه پرسپولیس به فدراسیون فوتبال برای اخذ مجوز اردوی هلند اینجوریه که باشگاه پرسپولیس چند روز پیش نامه درخواست اردوی خارجی خودشو به فدراسیون فوتبال ارسال کرده تا در جلسه روز گذشته شورای برون مرزی مطرح بشه، اما ظاهرا این اتفاق در جلسه دیروز نیفتاده و موضوع اردوی خارجی پرسپولیس مطرح نشده. باشگاه پرسپولیس کارهای مربوط به اخذ روادید و هماهنگی‌های لازم برای این اردو رو انجام داده و در انتظار دریافت مجوز شورای برون مرزیه. میلاد زکی‌پور هم این پست رو گذاشت و گفت که درود به همه هواداری عزیز باشگاه بزرگ سپاهان، نوشتن از بهترین و خاطره‌انگیزترین دورانی که در کنار شما و مردم شریف اصفهان داشتم کار راحتی نیست، چون انقدر به من لطف داشتید و لحظات به یاد موندنی برای من رقم زدین که هیچ وقت نمیتونم اونا رو فراموش کنم. مدیرای عزیز،
کارکنان و تمام عوامل زحمتکش تو باشگاه سپاهان صمیمانه و حرفه‌ای با من برخورد داشتن که همیشه به نیکی از اونو یاد میکنم. سرمربی محترم تیم آقای مورایس و تمام اعضای کادر فنی و بازیکن‌های تیم من رو در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار دادن و در کنار هم لحظات شیرین زیادی رو سپری کردیم که خدا رو شکر در نهایت به قهرمانی در جام حذفی منجر شد و تونستیم حداقل حق خودمون رو در این دو سال بگیریم. از صمیم قلب و تمام وجودم دوست داشتم در سپاهان بمونم، اما شرایط برای ادامه همکاری فراهم نشد و حالا مجبورم به سختی از کلمه خداحافظی استفاده کنم، لحظه‌ای که نمیخواستم رقم بخوره. شما هوادارا و اعضای باشگاه بزرگ سپاهان و مردم عزیز اصفهان همیشه در قلب من جای دارید. به امید دیدار، خداحافظی کرد دیگه میلاد زکی پور و شایعات حضورش در استقلال. امروز فردا که اصلا بیاد دیگه شنیده میشه مطرح نیست. برخی اعضای هیئت مدیره فعلی و پیشین استقلال به شرکت فرابورس احضار شدند. این نفرات باید روز 30 تیر ماه سال جاری در جلسه رسیدگی شرکت بکنند و درباره تخلفات رخ داده توضیحاتی ارائه بدن. به نظر میرسه مسائل مربوط به ارائه و بارگذاری مدارک و مستندات باشگاه استقلال و هر آنچه در این زمینه مربوط به این فرایند میشه دلیل این موضوع بوده و اعضا باید در جلسه کمیته تحقیق فرابورس پاسخگوی این موارد باشند. خبرنگار ورزشی عربستان از احتمال پیوستن دیگو کاستا دروازه‌بان تیم ملی پرتغال به النصر ریاض در نقل و انتقالات تابستونی خبر داد. تیمی که کریس رونالدو پرتغالی رو هم در اختیار داره، دیشبم که عملکردش فوق‌العاده بود و 3 تا پنالتی گرفت. دیگو کاستا واکنش ابراهیم شکوری به عدم حضور در هیئت مدیره پرسپولیس سال طولانی گفته که در اون مقطع نمی‌خواستم برم، شرایط خصوصی سازی هم طوری پیش رفت که به هیئت مدیره نرم. این واکنشش بوده. قرارداد احمدرضا زنده‌رو با گلگهر تمدید شد. خبرگزاری طرفداری هم گفت که جواد آقای پور با استقلال به توافق رسید. اون با قراردادی که به زودی با استقلال امضا میکنه تبدیل به یکی از پردرآمدترین بازیکنهای لیگ برتر میشه. حالا ببینید نتیجه میده، جواب میده تو استقلال یا نه. قصه بیرانوند و پرسپولیس به سر رسید. بیرو امروز تراکتوری میشه. اینو خبرگزاری خبر ورزشی کار کرده. ورزشگاه 15000 نفری خرم آباد به زودی تکمیل میشه. یکی از خبرگزاری هم گفته که میلاد زکی پور با استقلال قرارداد بست. در مورد حالا جواد آقای پور صحبت کردیم. ببینید لیگ نازای ایران سال هاست که در تولید و تربیت استعدادهای جدید کمکاری میکنه. به همین دلیل هم بازیکنایی که ناگهان کارشون گل میکنه و کمی به چشم میان بازار رو دست میگیرن و انقدر سر و صدا هول و هوششون به وجود میاد که مخاطب دچار سرگیجه و ملال میشه. آخرین مثال از این دست جواد آقای پوره. مهاجم 24 ساله شمالی که فصل گذشته تو استقلال خوزستان عملکرد خوبی داشت و 9 گل به ثمر رسوند. نمایش‌های خوب آقای پور از مهمترین عوامل موندگاری استقلال خوزستان در لیگ برتر بود و به نظرم می‌رسید که با شروع فصل نقل و انتقالات پیشنهادهای زیادی برای جذب اون مطرح بشه. اما فضایی که در این چند روز ساخته شده به معنای واقعی کلمه غیر قابل تحمل بوده. رسانه‌ها و اطرافیان آقای پور تو این مدت اون رو به همه تیم‌های ممکن لینک کردن و شاید فقط بارسا و منچستر سیتی از قلم افتادن. در نهایت در شرایطی که رسانه‌های روسی از حضور این تیم در اورنبورگ خبر دادن و به نظر می‌رسید ماجرا تموم شده، خبر رسید اون دوباره با استقلال تهران به توافق رسیده و برای فصل آینده پیراهن آبی پوشای پایتخت رو به تن می‌کنه. بازم اما این پایان کار نبود و گفته شد پیشنهادهای داخلی دیگه‌ای هم برای آقای پور رسیده که یه داستان کشدار خسته کننده است. نمی‌دونم، شاید الان که شما این ویدیو رو دارید می‌بینید بالاخره تکلیف این بازیکن روشن شده و اون با پیراهن تیم جدیدش عکس یادگاری انداخته باشه. اما روندی که این مدت برای آقای پور طی شد بسیار شبیه به برخی بازیکن‌های دیگه این سالیانه که ناگهان چهره شدن، در جلد بمب نقل و انتقالات فرو رفتن و در نهایت عملکردشون توقعات رو برآورده نکرد. تا دلتون بخواد مثال فراوونه. ببینید از سعید صادقی تا امین قاسمی نژاد و سال‌های قبل از اونم امثال احمد آلنمه و صابر میرقربانی. حقیقت اینه که وقتی هیاهو زیاد میشه هم انتظارات از بازیکن بالا میره، هم خود اون در فضایی مهم قرار میگیره که نسبتی با تواناییش نداره و در نتیجه زمین میخوره. امیدواریم این تجربه تلخ برای آقای پور تکرار نشه. حالا به هر تیمی که رفت، طبیعتاً لینک شدن بازیکنهای مختلف به استقلال و پرسپولیس تو پنجره‌های نقل و انتقالاتی چندان عجیب نیست. در حال این دو تیم هواداری زیادی دارن. گاهی واقعاً رسانه‌ها گمانه‌زنی میکنن و گاهی هم همه چیز جنبه شیطنت و بازارگرمی داره و قرار قیمت بازیکنان رو بالا ببره. با وجود این تو روزهای
پشت سر گذاشته شده از پنجره فعلی، شور این ماجرا در مورد آبیا حسابی در اومده و 200 بازیکن مختلف استقلال لینک شدن، از رامین رضاییان و علی قلی زاده و مهدی قائدی سرشناس تا میلاد زکی پور و محمد دانشگر و فرشید باقری و مهدی عبدی. در مورد مهدی قائدی بگم که هلدینگ خلیج فارس اینو من معتبر و به صورت رسمی شنیدم، مهدی قائدی رو جذب میکنه، اما در کل عملکرد نقل و انتقالاتی استقلال خوب نیست. اتفاقا همین مهدی قائدی هم واسه استقلالیا تو بازیای آینده کار در میاره، یعنی تو بازیای فصل بعد موقعی که استقلال هم نتیجه نمیگیره میگن عملکرد ضعیف نقل و انتقالات مدیران عامل هلدینگ خلیج فارس. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید ببینید من کی گفتم. به صورت رندوم، حالا برگردیم به موضوع خودمون، به صورت رندوم میتونید اسم هر بازیکنی که به ذهنتون رسید رو به اضافه یک کلمه استقلال گوگل کنید تا ببینید احتمال استقلالی شدن همون بازیکنم وجود داره. دست از شیطنت بردارید، لیست استقلال 200 نفر جا نداره. رانندگی ژوزه مورایس تو پرتغال با موزیک شادمر عقیلی رو شما در تصویر میبینید و ایرانیزه هم شده آقای محمد مورایس عزیز. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتونم گرم فعلاً.